موضوع این ویدیو پاسخ به یک سوال خیلی ساده است برای شروع عکاسی ما به چه حداقل هایی احتیاج داریم الان میخوام در مورد این صحبت بکنم و برای کسب و کار عکاسی شما اون مینیمم نیازهایی که دارید رو میخوام لیست بکنم که چه چیزهایی رو برای کارتون بخرید نکته اول اینه که تمام مطالبی که من اینجا میگم رو ورژن متنیش رو توی وبسایت هم دارم reza_sadeghi.net یک پستی تو سایت هم دارم تایتلش این هست برای عکاسی چه چیزهایی لازم است شروع عکاسی با حداقل ها این نکته اول و نکته دوم اینه که چیزایی که الان داریم در موردش صحبت میکنیم در مورد کسب و کار عکاسی هست یعنی اگر شما قراره از عکاسی خودتون پول دریافت بکنید منظورم اونهاست اگر برای دل خودتون عکاسی میکنید، اگر به زیگوهای طبیعت علاقه دارید دوست دارید از دوستاتون پرتره بگیرید نه نیاز به این حد دقل ها وجود نداره حتی با یک گوشی موبایل هم میتونید این کار رو انجام بدید الان صحبتمون در مورد کسب و کار و بیزینس عکاسیه خیلی خوب مقدمه دیگه نگم بریم سراغ اون حد ها اولین و بدهی ترینش دوربین عکاسی حالا دو تا دو مدل دوربین عکاسی ما توی دنیا داریم که خیلی الان معروف هست یعنی اکثر کسایی که عکاسی میکنن با یکی از این دو مدل دوربین عکاسی میکنن دی ها و میرورلس ها یا همون بدون آینه ها الانی که من دارم این ویدیو رو برای شما ضبط میکنم اواخر 2022 کریسمس هم رد شده داریم میریم توی 2023 و الان من به شما میگم که دوربین های میرورلس دیگه تقریبا جای دی ها رو گرفتن بله اگر چند سال پیش این سوال رو از من میپرسیدید میگفتم الان زمان خوبیه که میتونید یک دی بخرید و عکاسیتون رو باهاش شروع بکنید حتی تو ویدیوهای قدیمی من ویدیوهایی که چند سال پیشم ضبط کردم این رو من گفته بودم که DSLR خیلی خوبه برای شروع عکاسی اما الانی که اوایل 2023 هست تقریبا میگم مستقیم برید سراغ میرولس چون که کنون و نیکون که حجم بسیار زیادی از DSLR های بازار رو تعمین میکردن هم مدت ها پیش اعلام کردن که دیگه DSLR دی توسعه نمیدن پس عملا دیگه ما به پایان عمر DSLR ها رسیدیم پس میتونید یک میرولس خریداری بکنید ترجیح خود من سونیه اگر الان از من بپرسید به نظرم میرولس سونی خیلی دوربین های فوق العاده ای هستن و مورد دوم لنز خب در مورد عکاسی حرفه ای داریم صحبت می دیگه بادی دوربین رو باید جدا بخریم لنزش رو هم باید جدا بخریم و اگر از من بپرسید چیزی که سال هاست دارم توی مارکت میگم لنز از خود دوربین به مراتب مهمتره یعنی ما اول باید ببینیم که چه سبکی رو میخوایم کار بکنیم بریم لنزمون رو انتخاب بکنیم زمانی که تو ذهنمون اون لنز فیکس شد قطعی شد حالا میریم میگردیم دنبال یک بادی مناسب براش میگردیم پس اینم از لنز حتما روی لنز گذاری خوبی بکنید چون با لنز خوب و دوربین بعد میشه عکسای خوبی گرفت اما با دوربین عالی و لنز بد ممکنه به داستان بخوریم موضوع بعدی حداقل بعدی که نیاز داریم کارت حافظه یا رم هست Uh, یه نکته خیلی مهمی رو ما باید در مورد رم تو ذهنمون داشته باشیم اینه که دوربین های مختلف از نظر استاندارد سرعت حالا در مورد تایپ رم صحبت نمی کنیم مثلا دوربین شما رم استی میخوره خب قطعا باید براش SD بخرید چیز دیگه نمیتونید بخیر در مورد استاندارد سرعت صحبت میکنیم رم ها یک سرعت رید و سرعت رایتی دارن خودشون نوشته شده و میتونن تا اون سرعت رو ساپورت بکنن دیتا روشون نوشته بشه یا خونده بشه خیلی از دوربین ها یک حداقل استانداردی رو لازم دارن و حتما باید حواستون به این داستان باشه چون ممکنه که این همه هزینه دوربین بکنید هزینه لنز بکنید بعد یک رمی بخرید که دوربینتون به مشکل بخوره و نتونید از تمام قابلیت های دوربینتون استفاده بکنید این مخصوصاً برای زمانی هست که عکاسی پیاپی میکنید با فرمت را چون اون عکسایی که توی بافر دوربین ذخیره شده سریع باید به رم منتقل بشه که بافر خالی بشه شما سریعتر بتونید دوباره عکاسی بکنید با سرعت زیاد و البته توی ویدیوگرافی که یه سری بیت ریت های خاصی هست که بیت ریت های بالا هست 4K 8K اسلو روی 4K اینجا باید حتما رم بسیار پرسرعتی رو داشته باشیم خود شرکت سازنده دوربین به شما اعلام میکنه که چه رمی با چه حداقلی رو حداقل استانداردی رو باید براش بخرید پس روی این موضوع حواستون خیلی جمع باشه کلی مطلب توی اینترنت وجود داره که در مورد استانداردهای مختلف رم ها و کارت و حافظه ها صحبت کرده بعدیش تجهیزات نورپردازی هست یک جمله معروفی وجود داره که میگه 90 درصد عکاسی نورپردازی هست و به من یه واقعی کلمه این جمله درسته چه بسا شما بهترین لنز بهترین دوربین بهترین تجهیزات رو بخرید و با یه نورپردازی بد یکس افتضاح به بار بیاد و برعکس یه دوربین معمولی یه لنز معمولی اما با یه نورپردازی عالی یک شاهکار رو بتونید رقم بزنید روی نور خیلی باید حواسمون جمع باشه هر سرمایه گذاری که روی نور بکنیم واقعا هدر نرفته به معنی واقعی کلمه ما الان دو مدل نور توی بازار داریم از جنس تایپ از جنس نوع کار کرد یک نورهای ثابت دو فلش لایت ها نور ثابت دقیقا مثل همین نوری که الان بالا سر منه ثابته مثل چراغ معمولی روشنش میکنید میتونه روشن بمونه برای عکاسی خوبه برای ویدیوگرافی خوبه و تکلیفتون مشخصه باش دیگه یک میزان نوریه شما دوربین رو بر اساسش تنظیم میکنید دومیش فلش لایت ها و استروب لایت ها هستن که برای یه لحظه یه پالس نور ساطع میکنن از خودشون برای عکاسی مناسبن در لحظه میتونن انرژی بسیار بیشتری رو آزاد بکنن نور شدیدتری رو آزاد بکنن و توی فیلمبرداری نمیتونیم ازشون استفاده بکنیم چون فقط برای یک لحظه میتونن روشن بمونن این چیزیه که خودمون باید تکلیف اون رو باهاش بدونیم نوع کارکرد ما نوع بیزنس ما کسب و کار ما نوع عکس ها یا حتی فیلمایی که میگیریم به چه صورته آیا به یک فلشلایت احتیاج داریم یا یک نور ثابت پس این رو هم باید با خودمون کنار بیایم موضوع بعدی گیمبال ها و استیبلایزر ها و البته سپایه ها بستگی به اینکه شما عکاسی میکنید یا فیلم برداری میکنید متفاوت خواهد بود اینکه نیاز به گیمبال دارید نیاز به سپایه دارید نیاز به سپایه ندارید و چه کار میخواید بکنید بذارید اول در مورد عکاسی با هم صحبت بکنیم یه موقع هست من عکاسی پرترو میکنم و کل کارم همینه خب سوال آیا من به سپایه احتیاج دارم نه چون اکثرا, اکثراً که نه همیشه دوربین روی دستمه پس اینجا عملا خریدن یک سپایه و هزینه کردن برای یک سپایه خوب منطقی به نظر نمیرسه یه موقع هست همو دارم عکاسی آسمان شب میکنم یه موقع هست دارم عکاسی لانگ اکسپوژر میکنم عکاسی گاهن طبیعت میکنم اینجا قطعا یک سپایه خوب به درد من میخوره پس حواسمون به نوع عکسی که میگیریم باشه در مورد ویدیو ویدیو گرافرها معمولا از گیمبال استفاده میکنن چیزی که دوربین رو روش میبندم و بخش زیادی از لرزش ها رو میگیره یه نکته رو تو پرانتز بگم خود من شخصا خیلی با گیمبال حال نمیکنم. اصلا علاقه ای ندارم اون طریقه ای که استیبلایز میکنن تصویر رو خیلی جالب نیست من اون لرزش های سینماتیک تصویر رو به مراتب ترجیح میدم به استیبلایز شدنی که گیمبال ها ارائه میدن البته چیزی که الان گفتم بحث کاملا سلیقه و اصلا فکت علمی رو مطرح نکردم اگر شما ویدیوگرافی میکنید میتونید به خریدن یک گیمبال هم فکر بکنید خود من شخصا تخصصی تو زمینه ی گیمبال ها ندارم چون که خودم دنبالش نرفتم به درد خود من نمیخورده تخصص خاصی هم در موردش ندارم اما مطالب خیلی زیادی تو اینترنت در موردش هست حتی به زبان فارسی مارکت خیلی خوبی هم داره گیمبال هایی که الان توی بازار وجود داره خیلی خریدار داره کسایی که حالا یه مقداری کار کامرشال هم میکنن کار موزیک ویدیو میکنن یا حتی توی فیلم سازی حرفه ای تر این کار رو انجام میدن مشتری دائم و ثابت گیمبال ها و استیبلایزر ها هستن من نیستم پس احتمالا فرد مناسبی برای توضیح در زمینش هم نیستم موضوع بعدی که مختص, میک... ویدیوگرافی هست میدونم موضوع صحبتمون در مورد حد <تص> موضوع صحبتمون در مورد حداقل های عکاسیه ولی الان حالا یه گذری هم به ویدیوگرافی بزنیم بحث میکروفون هست اگر شما کاری رو انجام میدید دقیقا از جنس کاری که الان من دارم انجام میدم جلوی دوربین نشستم دارم صحبت میکنم یا حتی نه یه مراسمی رو میخواید فیلم بکنید نیاز به صداش دارید میخواید مثلا برای یه کارخونه شما رفتید میخواید با مدیرش مصاحبه بکنید که یک پک کامرشال از در بیارید اینجا ما به ویدیوگرافیمون با وجود یک میکروفون رنگ و بوی دیگه ای می میدیم فرقی نمیکنه که ما از چه دوربینی استفاده بکنیم ویدیوگرافی دوربین فیلم دوربین عکاسی در هر صورت میکروفون هایی که به صورت پیشفرج روی خود این دوربین ها نصب شده از نظر کیفیت فاجعه محسوب میشن اصلا و ابدا نمیتونیم باهاشون کار حرفه ای انجام بدیم و نباید این انتظار رو داشته باشیم که خب با میکروفون خود دوربین میریم کارمون رو ضبط میکنیم و میاییم و تدوین میکنیم و تحویل میدیم نه اون میکروفون ها رو فقط برای این گذاشتن که شما صدا رو سینک بکنید با یک میکروفون دیگه همین کاربرد دیگه این اون میکروفون ها ندارم پس با توجه به استراتژی تولید محتوای خودتون حالا هر کاری که میکنید یه, مد... یه, سری میکروفون های تو بازار هستن از مدل های مختلف مثلا ما میکروفون ای داریم توی تلویزیون خیلی دیدید اینجا وصل میکنن میکروفون های شاتگان داریم بوم های میکروفون رو اگه تو فیلم تازیده باشه که چیزی بالای طرف میگیرن اونا میکروفون های شاتگانه که اه... یک یه... تک جهت است و صدا رو فقط توی یه جهت ضبط میکنه من خودم قبلا استفاده میکردم از هم استفاده میکردم میکروفون استودیویی هم که الان جلو میدونه میکروفون کاندنسر استودیویی هست مدل های مختلفی از میکروفون وجود داره که من از همش تقریبا استفاده کردم هر کدوم مزایایی داره معایبی داره و شما با توجه به اون استراتژی کار خودتون میتونید یه میکروفون خیلی خوب بخرید مثلا اگه میخواید برید توی فیلد سر صحنه یا کارخونه یا هر جا قطعا یه میکروفون استودیویی اصلا به نمیخوره یا چه میدونم اگر یه حالت استودیو مانندی مثل چیزی که الان من دارم دارید میتونید میکروفون استودیویی بخرید به جای اینکه یه میکروفون یقه ای بخرید که هر دفعه اینو به خودتون بخواید مسئلهش بکنید چون به مراتب این کیفیت صداش بالاتره و نکته یکی مونده به پایانی این لیستی که من میگم سر دراز داره یعنی اگر من چیزهایی رو که برای شروع عکاسی نیاز هست رو بخوام لیست بکنم از همین الان تا خود شب میتونم در موردش صحبت بکنم اما بنامون این بود که توی این ویدیو در مورد حداقل هاش صحبت بکنیم و این کارو کردیم پس اینا حداقل چیزایی بود که ما احتیاج داریم میتونیم با اینا کارمون رو شروع بکنیم و به مرور بعدا میتونیم تجهیزاتمون رو ارتقا بدیم چیزای جدید بخریم تجهیزات قدیمی رو با چیزای جدید عوض بکنیم و کم کم بریم بالاتر و نکته پایانی و سوال خیلی مهم زمان خرید تجهیزات جدید کی هست یعنی من از کجا بفهمم که اوکی این میکروفونی که من دارم این لنزی که من دارم دوربینی که من دارم الان دیگه وقتشی که عوضش بکنم یک معیار خیلی ساده داره و اون نمینه زمانی که تجهیزات فعلی شما ترمز راهتون شد زمان عوض کردنشه یعنی یه موقع هست میخوای یک کیفیت صدای بهتری بگیری حالا مثلا من خودم دلیل اینکه این میکروفون رو خریدم با میکروفون های قبلی خودم هر چقدر زور میزدم که کیفیت صدای بالاتری بگیرم نمیتونستم آخرش دیگه به این نتیجه رسیدم که مشکل از تجهیزات منه یعنی من از میکروفون یقه هیچ وقت نمیتونم انتظار داشته باشم که صدایی در کیفیت یک میکروفون کاندنسر استودیویی بهم بده اونجا اون میکروفون ترمز راه من شد یا دوربین شما 1080 پی میگیره شما پروژه‌هایی بهتون پیشنهاد میشه که میگن ما 4K می این دیگه ترمز راه شما میشه پس باید تجهیزاتتون رو ارتقا بدید و این کل مطالب بود که من می‌خواستم در مورد حداقل‌های شروع عکاسی در موردش با هم صحبت بکنیم مطالب رو کامل پوشش دادیم نکته دیگه‌ای به ذهن هم نمیرسه که بگم و اگر سوالی دارید اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه هر جا که این ویدیو رو دیدید برام کامنت بذارید نگاه میکنم و حتما جواب میدم موفق باشید